حال رسیدیم به بحث دیگر، صفحه 36، صفت حضرت قدوت العارفین، امام الهدا و الیقین، ودیعت الله بین خلقه و صفته فی بریته، مفتاح خزائن العرش، امین و کنوز الفرش، ابو الفضائل، ضیاء الحق و الدین، حسن ابن محمد ابن حسین المعروف به ابن اخی ترک قدس الله روحه، که باعث نظم مثنوی مولوی و مستدعی مقال معنوی او بوده، کما اشار قدس سره. خب اینجا آمده است، ما میدانیم که و قبلا هم راجع به سخن گفتیم که ما در مثنوی مدیون حضرت حسام الدین چلبی هستیم، انسان بسیار بزرگی که در حقیقت بعد از صلاح الدین زرکوب که اولین خلیفه مولانا بوده است، ایشان دومین خلیفه مولانا بوده و به واسطه وجود این کشنده که خوش می کشیده است و از پستان معارف شیر رو در جان خود می آورده است، این باعث شده است که این مثنوی شریف و این مثنوی عظیم به دست بیاید. می توان به جرأت گفت که اگر حسام الدین چلبی نبود، البته مثنوی هم نبود و ما اساساً وامدار این مرد بزرگ و انسان بزرگ هستیم. صلاح الدین زرکوب کسی بود که شاید خیلی از علوم ظاهری پر نبود و در حقیقت ملا و پر از علوم ظاهری نبوده است، اما دلی عظیم و ژرف داشته است و در راه سیر و سلوک بسیار آدم مهم و بزرگی بوده است. بعد از اینکه صلاح الدین از دنیا رفت و قبلا راجع به آن سخن گفته اینجا مفصلا، نوبت به حسام الدین چلبی رسید که فردی تحصیل کرده، فردی عارف و فردی دانشمند بود در فلسفه، در عرفان، در کلام، در فقه و سایر علوم متداول زمان خود بسیار سرآمد بوده است، انسان بسیار بزرگ و فهیم، عالم و دانشمندی بوده است، برخلاف صلاح الدین زرکوب که به علوم ظاهری خیلی توجه نمی کرد. از این جهت او می توانست که از مولانا آن چیزهایی رو که داشته است بکشد و البته بسیار هم خوب این کشش رو انجام داده است. اگر مولانا نبود، اگر مولانا حسام الدین نبود، البته مولانای ما جناب جلال الدین البته این مثنوی رو برای ما به یادگار نمی گذاشت، چنانچه اگر جناب شمس نبود، ما دیوان کبیر یا دیوان شمس رو نداشتیم و اینها هر کدام بزرگترین در حقیقت کارها رو برای عرفان ما و عرفان اسلامی انجام دادن. از این جهت او رو تعریف می کند، اینهایی که می بینید توصیفات جناب حسام الدین چلبی است. صفت حضرت قدوت العارفین، قدوه یعنی قله، قدوت العارفین یعنی قله و بالا و رأس تمامی عرفا، امام الهدا، امام هدایت، و الیقین، امام هدایت و یقین، ودیعت الله بین خلقه، خداوند در میان خلق خود ودیعه هایی دارد و برکاتی دارد از خود، انسان هایی رو قرار می دهد تا اینها به خلق او فیض برسانند و این فیض اکمل و فضل اعظم توسط مولانا حسام الدین بر ما جاری شده است. و صفته فی بریته، و صفت یعنی برگزیده، و برگزیده او در میان بریه و خلائق است. بریه یعنی آنچه که در روی بر است، آنچه در روی خشکی است، هر چه که بر روی خشکی و البته آب هم هست، اینها رو بریه یا خلائق گفتند، از جماد و گیاه و حیوان و نبات. مفتاح و خزائن العرش، این حسام الدین
کلید خزینه های عرش الوهی است، امین و کنوز الفرش و امانتدار کنزها و گنجهای این جهان و فرش است. عرش و فرش، عرش آنچه که در عالم امر است و فرش آنچه در عالم خلق است. ابوالفضائل، پدر فضیلت ها، ضیاء الحق، ضیاء و نور حضرت حق است و دین و نور دین الهی است. حسن، پسر محمد، پسر حسین، معروف به ابن اخی ترک. ابن اخی ترک، خب میدانید که چلبی ترک بوده است، مانند خود مولانا که ترک بوده است و در آن زمان که مولانا بلخی بوده است، البته بلخ محل اسکان ترکان بوده است، بل در تمامی آن شهرهایی که در آن زمان بوده است ترکان بوده اند. و گویی که عده افراد بی اطلاع چون مثنوی های مثنوی و اشعار مولانا غالبا به زبان فارسی سروده شده است میخواهم بگویند او فارس بوده است، البته اطلاع ناقصی دارند و بلخ همچنان که کسانی که در بلخ بودند همه از اتراک بودند و ترک بودند و به زبان ترکی سخن میگفتند و اشعاری که خود گفته است و کلمات ترکی که غالبا در جای جای مثنوی هست این رو نشان میدهد که مولانا زبان مادریش البته ترکی بوده است. و اما چون زبان فارسی، چرا به زبان فارسی سخن گفته؟ چون زبان فارسی برای شعر عرفانی نمود پیدا کرده بود و قبل از او جناب عطار و سنایی و دیگران، عراقی و دیگران همه با زبان فارسی شعر گفته بودند و در حقیقت یک نوع شرایط خاصی ایجاد شده بود که اصطلاحات خاص عرفانی در اشعار فارسی خیلی خوب نماینده میشد و کسانی که میخواستند اشعار عرفانی بسرایند این زبان رو برای خود برگزیده بودند. از این جهت است که مولانا هم ادامه داد و سایرین هم چنین بوده است و بعد از آن هم کسانی که خواستند اشعار عرفانی بگویند البته به زبان فارسی این رو گفتند. بعد این گونیه هم که میدانید در ترکیه هست و الان هم بلخ، الان هم ترک زبان هستند در بلخ، الان هم در گونیه به قول معروف ترک زبان هستند و ترکی صحبت میکنند، در ترکیه هست. و خب اینها هم با هم ترک بودند و با هم دیگر مراوده داشتند. چلبی ابن اخی ترک، بحثی هست که چرا به او ابن اخی ترک میگفتند. اخی میدانید که اخوان یا فتیان گروهی از ترک ها بودند. راجع به عرفان ترک ها و باباهای ترک ها یا مثلا باباهای تبریز که در تبریز بودند و در آذربایجان اینها بودند، راجع به اینها روزی سخن خواهیم گفت و عرفان آذربایجان و عرفانی که سلسله آن شیخ محمود شبستری است و این سخنان رو گفته است، سخنان کاملی خواهیم گفت. و جالب است که مولانا خود حتی خیلی از سنت های عرفانی مکتب عرفانی خراسان رو گاه رعایت نمی کند و بیشتر از مکتب اندلس و مکتب آذربایجان در اینها اطاعت و پیروی می کند. یک قسم آن و یک دلیل دیگر آن وجود شمس تبریزی است که شمس تبریزی چون از بزرگان عرفان آذربایجان بوده است، ایشان اون خطوط کلی رو برای ایشان معین کرده است. بنابراین هرچه که مولانا گفته است و در عرفان تمامی اون بارقه های اصلی که وجود دارد علاوه بر شرایط کلی و همیشگی و دائمی که در همه عرفان اسلامی وجود دارد، این تأثیرات هم البته بوده است. نیاز به تحقیق و نیاز به وقت بیشتری است تا راجع به اینها سخن بگوییم. فعلا فقط اشاره‌ای بدان کردیم تا اینکه
انشاءالله در آینده بیشتر به این مسائل بپردازیم و تفاوت این مکتب‌ها و اصول این مکتب‌ها و شرایط اینها و شرایط مرید پروریشان و اینها رو درک بکنیم. فتحیان البته که بزرگترین قسمت بودن که در آناتولو یا همان آناتولی امروزین بوده است، اینها یک شاخه خاصی بوده است از فتحیان. فتحیان همان اهل فتوت، حتما مستحضر هستید که در عرفان ما اهل فتوت داریم، یعنی کسانی که اینها شعار اصلیشون فتوت بوده، انسانهایی که در این حال که جنگاور بوده اند، انسانهایی که به کمک مظلومان می شتافتند و نوع عرفانی که در قسمی از آذربایجان و در قسمی از ترکیه فعلی تا قسمت‌های دیگر بوده است مربوط به همین فتحیان بوده است. یعنی اینها فتوت رو و جوانمردی رو اساس خود قرار می دادند. بنابراین وقتی که آمده بود به اینها اخی ترک می گفتند. اخی ترک، اخ یعنی برادر، برادر ترک. این اگر ما سلسله حسام الدین چلبی رو پی بگیریم خواهیم دید که به فتحیان آذربایجان میرسن اینها اساسشون و فتحیان قسمت هایی که در آناتولی و اون طرف هست، در طرف های ترکیه امروزی هست. در آنجا اینها شرایط خاصی داشتند و خود اهل عرفان بودن، خود سلسله ای داشتن، ولی مولانا از بس شخصیتش عظیم بود که اینها آمدند و همه اقشار خاص و فرقه های خاص صوفیه آمدند و در حضور ایشان جمع شدند و در حقیقت مولویه رو تشکیل دادند. و همین امروز هم و همین اکنون هم که سلسله مولویه در جهان هست به واسطه همین چلبی ها اداره می شود و آخرین چلبی هم یک خانم هست که اخیراً در به ایران هم آمده بودند و به هر حال کسانی هستند که دارن این سلسله مولویه رو با همه شرایطی که داشته از هدایت می کنند. منظور این است که ابن اخی ترک در حقیقت برمی گردد به سلسله های قبلی جناب حسام الدین قدس الله روحه که باعث نظم مثنوی بوده است و واقعا چنین بوده است. ببینید حالا مولانایی که مدح هیچ شاهی رو نگفته است، مدح هیچ فرمانداری رو نگفته است. حافظ آمد و چهار نفر از کسانی که از مغولهایی که آمده بودند و به هر حال جنایت ها کرده بودند، سرها بریده بودند، آمد و اینها رو مدح کرد. هر چهار نفرشون رو مدح کرد و از آنها به قول خود تمغا گرفت و به هر حال مالیات هایی که می گرفتن به ایشان دادن. سعدی ولی هیچ کس رو مدح نکرد، فقط یک نفر، آن هم پیر او و مراد او بود. دیگران که انوری و نمیدانم دیگران که اینها دیگر در مدح شاهان ید طولایی داشتند، ولی بعضی هم بودند که شاهان عادل رو مدح کردند و شاهان ظالم رو یا قتل کردند، مان ناصر خسرو، یا اینکه چیزی در موردشان نگفتند. مولانا که البته در آن زمان آن شرایط سیاسی خاصی که حالا قابل تحلیل است و بعداً میتوان رو تحلیل کرد که شرایط سیاسی مولانا در آن زمان در قونیه و در کل ترکیه آن زمان چگونه بوده است، اما اینکه مدح هیچ کس رو نکرده است جز مدح عشق و مدح شمس تبریزی، مدح حسام الدین چلبی و مدح صلاح الدین زرکوب و البته همه اساتید و خلفای خود را که اینها انسان‌های بسیار عادی و معمولی بودند و هیچ کدام ارباب زور و زر و قدرت نبودند و از تزویر به دور بودند. چنین کسی وقتی کسی رو تعریف می‌کند عمق قدرت می‌کند، وگرنه کسی که مدح
شاهان جنایتکار رو گفته است، خب دوباره بگوید میتواند هزار تا مدح دیگر هم بگوید، اما مولانا چنین نیست. مولانا هر چی میگوید از دلش برمیخیزد. عنایت بفرمایید چقدر زیبا میگوید: ای ضیاء الحق حسام الدین تویی، که گذشت از مه به نورت مثنوی. این مثنوی از ماه به خاطر نور تو گذشت. وقتی شب بود، چون مولانا این مثنوی رو شبها می سروده است و غالبا هست و در خود مثنوی هست که یک بار میگوید که دوستان دیگر هوا روشن شد، بگذاریم این مثنوی را تا وقت دیگری که دوباره این حال برای ما پدید بیاید. از اول شب بعد از نماز می آمدن و لقمه مختصری که می خوردن می نشستند و مولانا در حضور یاران این اشعار زیبا رو بیان می کرد و نویسندگان اینها رو می نوشتند و گاه تا صبح این ادامه داشته است و هیچ کوششی برای شعر آفرینی وجود نداشته است، برخلاف جناب حافظ که آنچنان که حساب کرده ام برای هر غزل 40 روز حداقل فرصت داشته است، ایشون که این رو تنقیح کند و بیاراید و این طرف آن طرف اون رو پاکیزه گرداند، هیچ شعر خودش رو مولانا تصحیح نکرده است. هیچ همین شعرهایی است که گفته شده در همان مجلس گفته شده و بعداً هم هیچ دستی به آن نزده است و به خاطر همین اون اختلاف نسخه هایی که مثلا شما در حافظ میبینید که یک بیت رو 5 نوع خوانده اند، این محصول ترتیباتی بوده است که بعداً و ایشان آمده و اینها رو تصحیح کرده. کسانی که نسخه های قبلی دستشان آمده است او رو نقد کردن، آنهایی که نسخه های بعدی دستشان آمده است دیگری رو نقد کردن. حالا کشتی شکستگانیم یا به قول مشهور کشتی نشستگان. این که حال اون قسمت مشهورشه، خیلی از این موارد هست، اما هرچه که آمده از هرچه که آن وحی بر مولانا آمده است و آنچه که الهامی که بر او آمده است، این همانجا توسط کاتبان نوشته شده است و باز روش قرآن هست. روش قرآن این بود که بر پیامبر وحی می شد و کاتبان می نوشتن، اینجا هم بر مولانا الهام می شود و کاتبان می نویسند. ای ضیاء الحق حسام الدین تویی، که گذشت از مه به نورت مثنوی. همت عالی تو ای مرتجا، می کشد این را خدا داند کجا. میگه همت عالی توست، وگرنه اگر تو همت نمی کردی این مثنوی به وجود نمی آمد. مرتجا یعنی آنچه که رجا دارد، باب افتعال و اسم مفعول است. مرتجا یعنی آنچه که انسان ها رجا و امید دارند. می کشد این را خدا داند کجا، گردن این مثنوی را بسته ای. من فکر می‌کنم که آسانه، من دیگه اینها رو توضیح نمیدم با اجازهتون. گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سوی که دانسته ای. میدونی که این مثنوی رو کجا بکشی. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. خب این توضیح رو قبلا هم دادیم که حسام الدین با چند نفر از یاران آمد خدمت مولانا، گفت که وقتی یاران جمع میشوند از کتاب صنایع، از کتاب عطار، از کتابهای دیگر میخوانند، ما آمده ایم و چون میدانیم در تو ذوق شعر و شاعری هم هست، ما آمده ایم گویا اینها از ابیات شمس تبریزی، دیوان شمس تبریزی چیزهایی شنیده بودند که این تقاضا رو دارن. آمدن گفتن که ما میدانیم که تو میتوانی و آن علم رو داری، بیا برای ما کتابی تدوین کن. چندین بار که گفته بودن آخرش دیگر آمدن که نهایی کنن و مولانا وقتی این رو شنید گفت اتفاقا خودم در همین فکر بودم و میگویند از دستارش، از عمامه‌اش دست کرد و کاغذ کوچکی در آورد و گفت که من خود این را سرودم و این 18 بیت اول مثنوی بوده است. بشنو این نی چون شکایت میکند
از جدائی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من تا آخرش که این 18 بیت که نی نامه یا مقدمی هست همه حفظ هستید این رو آورد و بعد از آن ترتیب جلسات مرتب رو دادن که خب حالا کی شروع کنیم مولانا گفت من که خود داعیه ندارم که چیزی بنویسم آدم های بزرگ که چیزی نمیخواهند بگویند چون سکوت رو بهتر از هر چیزی میدانند اینها رو باید به حرف کشید اینها رو بایستی به قول معروف به قید کلام آورد و از اینها خواست و التماس کرد تا اینکه این انسان‌های بزرگ سخنی بگویند وگرنه انسان‌های دیگر انسان‌هایی مثل ما خواهش نکرده حاضریم هر چه باشد بگوییم اما انسان‌های بزرگ هر چه که هستند و هر چه که می‌دانند رو بیان نمی‌کنند مگر اینکه کشنده و مکنده خیلی قاهری باشد اینها آمدند جلسه گذاشتند و اول مولانا او رو خوند و فلبدیهه و بلبداهه شروع کرد این مثنوی رو از دفتر اول گفت حدوداً گفتن برای هر دفتر 2 سال صرف شده است و سال دوم که دفتر اول مثنوی تمام شد جالب است که در اونجا میگوید که در جاهای دیگر بعضی خواطر بوده است مولانا زنده هست و در اشعارش هم زنده هست زندگی می کند و اتفاقاتی که افتاده است بیان می کند مدتی میگه که 1-2 لقمه خورده شد 1-2 لقمه ما خوردیم بعد راه معنویت بسته شد دیگر نتوانست مولانا مثنوی رو ادامه دهد این شعر رو ادامه نتوانسته بدهد و بعد از آن 2 سال که بوده است حسام الدین چلبی همسرش وفات کرده است و تعلماتی داشته است و مولانا هم آن حسی رو که باید می‌داشته نداشته است و حساب اگر بکنیم 6 دفتر مثنوی هر کدام 2 سال با 2 سال فترتی که بود از بین دفتر اول و دفتر دوم که مدتی این مثنوی تأخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد این رو خودش میگوید در اول دفتر دوم این ادامه دارد و این 14 سال در حقیقت تا اواخر مولانا اواخر عمر مولانا بوده است و گویا مولانا از 54 سالگی حدوداً اگر حساب کنیم از 54 سالگی سرودن این مثنوی رو آغاز کرده است بعضی گفتن 52 سال و بعضی 54 سال رو گفتن مثنوی را چون تو مبدع بوده او مبدع مثنوی بوده است مثنوی را چون تو مبدع بوده ای گر فزون گردد تو اش افزوده ای چون چنین خواهی خدا خواهد چون یعنی عرفا به جایی میرسن که خواست اینها خواست خدا میشن وقتی که اینها بخواهن عین این که خدا میخواهد اون قصه مشهور حمال تبریزی رو همه حتما میدانید که میگویند عصرگاهی بود و این حمال 78-79 ساله و بعضی گفتن 90 ساله با بار خیلی عظیمی که بر دوشش بوده است داشته حرکت میکرده ناگهان یکی از بچه هایی که در بالای امامزاده بودن عصرم بوده عصر تابستان بوده همه بیرون بودن همه مشاهد میکردن از آنجا که بوده است ناگهان یک بچه پایش لیز میخورد و میافتد این حمال هم همه شاهدن که ببینن این چطور به زمین می افتد این بچه می میرد و این حمال می گوید که خداوندا او رو نگه دار تا اینکه پیرمردی بوده است این بار و بنش و تا آروم بذاره کنار و کم کم حرکت میکنه خب پیرمرد رنجوری بوده است و این کودک رو در بین زمین آسان میگیره و به سلامت میگذاره زمین و همه شاهد بودن مردم میریزن که تو چه کردی چه انسان بزرگی هستی خب مردم میان سریع لباساشو تکه پاره کنن که به هر حال برای بله تبرک ببرن میگوید دست نگهدار من کاری نکردم
با اون بیسواد هم بوده است، با اون بیسوادی محض و با اون گفت کاری نکردم، هیچ کاری نکردم. گفتن نه خیلی کار بزرگی. گفتم من هیچ کاری نکردم، 70 ساله به حرفش گوش کردم، 70 سال است که به حرف او گوش کردم، حال یک بار او به حرف من گوش کرده است، این که چیزی نیست، این که کاری نداره. قصه این است، یعنی انسان به جایی میرسد که خواست او خواست خدا میشود. چون این خواهی، او یا به آن حمال هم گفته شده است، اگر تو چنین میخواهی من هم چنین میخواهم، چون تو آنقدر خوب هستی که هرچه بخواهی من هم خواستم رو با او منطبق میکنم، چون خواهی خدا خواهد چنین، میدهد یزدان مراد متقی. کسی متقی باشد شک نکند که هرچه از خدا بخواهد میدهد. آنهایی که میخواهند و نمیدهد، اینها یک مشکل دارند، مشکلشان همان شک کردن است، مشکلشان همان شک کردن است. اگر یک ذره تردید در خواست انسان باشد که مگر این ممکن است، مگر این رو به من میدهند، مطمئنا نخواهند داد. اگر با یقین کامل باشد و با حتمیت باشد، البته خدا خواهد داد، غیر از موارد استثنایی. با تو ما چون رز به تابستان خوشیم. رز یعنی درخت انگور و انگوران. ما با تو ما چون رز به تابستان خشیم، حکم داری هین بکش تا میکشی. یعنی مولانا به حسام میگوید که بکش تا که ما میکشیم، چون ناز تو را میکشیم و تو هرچه بگویی ما میپذیریم. بی شکی مقصود منزین مثنوی، ای ضیاء الحق حسام الدین توی. مقصود من اصلا این نیست، مقصود من یک ولی الهی است، یک ولی الله هست که مقصود این مثنوی بهانه است، بلکه من تو رو در نظر دارم، من تو رو میخواهم. آنقدر تو والا هستی، آنقدر بزرگوار هستی که این مثنوی رو به خاطر تو آوردم. ارزش تو برای من از مثنوی بسیار فراتر است. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست کردستی قبول. نمیتوانی همش مال توه، هم اصول مثنوی هم فروع مثنوی، این کتاب عظیم مال تو هست، خودت هم قبول کردی، دیگه نمیتونی مثنوی رو به من برگردن. بنابراین آنهایی که گفتند، بعضی حسامی نامه گفتند، یعنی مثنوی رو گفتن حسامی نامه، چون که مولانا در اینجا خودش مثنوی خود رو تقدیم کرده است به جناب حسام الدین. در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود بیش رد. میگه خب تو شاه من هستی، خیلی زیباست انسان با خلیفه خود، با شاگرد خود این گونه سخن بگوید. میفرماید که شاهان که تو همان شاه هستی، نیک و بد رو میپذیرند. چرا که وقتی که شاهان چیزی رو قبول آوردن، قبول کردند، دیگر رد نمی کنند. تو هم یک بار که قبول کردی این مثنوی با تو باشد و به واسطه تو این مثنوی جمع شود و گرداید، از این جهت نمیتوانی شانه خالی کنی و نمیتوانی این مثنوی رو از آن خود ندانی. چون نهادی کاشتی آبش بده. آبش بده یعنی چه؟ یعنی این که این آب دادن به مفهوم این است که اون شور و احساسی که حسام به مولانا میداد، این مهم است. چون گشادش داده ای بگشاو گره. در این نسخه هایی که ما داریم اغلاط زیادی داره، من یک مقدار بررسی میکردم، مثلا گفته چون نهالش کاشتی آبش بده. خب چندان این فصیح نیست، شین اینجا خیلی فصیح نیست. من به چند تا نسخه دیگه مراجعه کرده بودم و این نهالی هست، نهالش نیست. حال به هر حال درسته که جناب حادثه ابن اسدالله تقوی خودش خیلی آدمه با سواد و بزرگی بوده است در این نسخه ای که ما در دستمان هست، ولی خب این با فصاحت تر است اگر این رو نهالی بخوانیم. اگر بعضا من جور دیگری خواندم، مربوط به آن تصحیف ها و اشتباهاتی است که در این نسخه ها وجود دارد. چون نهالی کاشتی آبش بده،
چون گشادش داده ای بگشا گرفت، چون گشادی و فراخی به آن داده ای. قصدم از الفاظ او راز تو هست، عزمم از انشاش آواز تو هست. این که در بعضی از این نسخه ها عزم رو هم قصد نوشته، یعنی اینجوری گفته قصدم از الفاظ او راز تو هست، قصدم از انشایش آواز تو هست. این یک نسخه اینجوری میگه. این نسخه هم که ما داریم این هست. چرا آن رو در کتاب های ما آن الفاظ آن آمده است؟ چرا او گفته است؟ چون به مثنوی شخصیت داده است. آن برای معمولا بی جان هم هم جاندار و هم بی جان به کار میره، ولی او فقط برای جاندار است. از این جهت مولانا قصد دارد، قصدی دارد که بگوید این مثنوی زنده است، مثنوی آن نیست، شیء نیست، مثنوی شخص است و شخصیت دارد و هویت دارد. قصدم از الفاظ او، الفاظ مثنوی راز تو است، عزمم از انشایش آواز تو است. ای ضیاء الحق حسام الدین بیا، ای ثقال روح و سلطان الهدا. ثقال روح است، یعنی ثقل دهنده ارواح هستی و سلطان هدایت هستی. حال ببینید چه کسی اینها رو میگوید؟ مولانا که حرف به گزافه نمیزند و هر چه میگوید عین حقیقت است. مثنوی را مسرح مشروع ده، صورت امثال او را روح ده. مسرح یعنی مرغزار یا جایی که در آنجا حیوانات چرا میکنن، چراگاه. مسرح مشروع یعنی چراگاه و مرتعی که باز است و انسان ها میتوانند از آن استفاده کنند. مرتعی که مولانا میگوید نه آن مرتعی که گاو و گوسفند میخورند. مرتع او مرتع نور است. در جاهایی از مثنوی هم گفته است که ما در حقیقت در مرتع نور چرا میکنیم. همه مرتع ها که چنین نیستند. مراتع نور وجود دارد که انسان های بزرگ نور میخورند و از نور آن استفاده میکنند. صورت امثال او را روح ده. صورت مثلی، مثلی همان مثل افلاطون که همه آشنا هستید، صورت مثالی و صورت مثلی یا آن چه در عالم خیال است یا عالم ملکوت است. این صورت های مثالی که وجود دارد و در مثل افلاطون همان سایه ها هستند، به این سایه ها روح بده. و این سخنانی که میگویم اینها مانند سایه هستند و مثل هستند که تو باید به این کلمات مثنوی روح بدهی تا حروفش جمله عقل و جان شوند، سوی خلدستان جان پران شوند. باز شود نوشته که به نظر من شوند بهتره. میگه حروفش جمله عقل و جان، همه حرف هایی که آمده است در مثنوی عقل باشد و روح باشد. سوی خلدستان جان، خلدستان همان بهشت، خلد یعنی بهشت باستان، خالدی نفیها که در قرآن هست، خلد یعنی جایی که بهشتی که انسان ها در آن جاودانه خواهند بود. خلدستان، استان هم پسوندی است که مانند گل، گلستان و موارد دیگر. هم به سعی توز ارواح آمدند، سوی دام حرف و مستحقن شدند. میگوید این کلماتی که بودند از عالم ارواح آمده اند. تو سر تلاش کردی و از عالم ارواح آمده ای و آمدند در دام حرف افتادند و زندانی شدند، اسیر شدند. چون میدانید این معانی عظیمی که در مثنوی هست، این معانی در عالم ملکوت بوده است. این معانی رو انسان ها از آنجا میگیرند و لباس الفاظ به آنها میپوشانند و مانند مرغکانی که اسیر دست شده اند، اینها رو در دام کلمات و حروف می آورند. یعنی این کلمه ها دامی است که معنا در آن گرفتار شده است. اگر این کلمات از همدیگر گسسته شود و این کلمات از همدیگر جدا شود، این معنی هم از آن فرار خواهد کرد و معنی هم مانند مرغی که از قفس پرواز کند و مرغی که از دام بپرد، اینها هم کنار خواهند رفت. یعنی هر بیتی که هست اینجا یک دام است که یک مرغ معنی رو در خودش گرفتار کرده است و ما می توانیم
صدای آن مرغ را آنجا بشنویم و با آن مرغ هماوردی و همانندی بکنیم. اگر ما بتوانیم این دامگاه کلمات و معارف حق رو در مثنوی درک کنیم. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک ورکان چطو شاهی نزاد. راد یعنی بسیار بزرگ، عظیم، انسان بزرگ. فلک و ارکان، ارکان چهارگان امهات و به قول معروف چیزهایی که آبا و امهاتی که میدانید اینها رو که چی هست، عناصر آخشیزان، اینهایی که وجود دارن مانند باد و خاک و آب و آتش و عناصر اربعه و بعد شرایط خاصی که هست، زمان و مکان و ارکانی که وجود دارد، فرصتی نیست ما در اینجا به این بپردازیم. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک ورکان چطو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جهان. میگه فلک و ارکان جهان تا کنون مثل تو کسی رو به دنیا نیاورده است. شاید قرنها لازم باشد تا کسی مثل حسام الدین، یا هزارها لازم باشد، هزاران سال لازم باشد تا کسی چون مولانا دوباره به این دنیا درآید. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک ورکان چطو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ندرتن یعنی خیلی اندک مانند تو پیدا می شود. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. تا انقدر مرتبت بزرگ است که دل و روح که بزرگترین منصب ها رو دارن، از اینکه تو در آنها تشریف داشته ای و تشریف وجودی داشته ای در آنها، آنها خجلن که ما شایسته و لایق انسانی چون حسام الدین نیستیم. زان ضیا گفتم حسام الدین تو را، که تو خورشیدی و این دو وصف ها. این ضیاء الحق حسام الدین لقبیه که مولانا به حسام الدین میدهد، وگرنه اسمش حسام. حسام یعنی شمشیر تیز و برا، بهش میگن حسام. حسام الدین یعنی لقبی بوده است که او میدادند و اسمش حسین بوده، اسمش حسن بوده است و اسمی داشته است، اسم خودش حسن بوده، ولی لقبی از بس مهم بوده است و از بس از دین مانند یک شمشیر برا، چون اهل فتیان هم بوده است، دفاع می کرده است که به او حسام الدین لقب دادن. مولانا ضیاء الحق رو هم به او اضافه کرد. زان ضیا گفتم حسام الدین تو را، که تو خورشیدی و این دو وصف ها. کین حسام و این ضیا یکیست، هین تیغ خورشید از ضیا باشد یقین. میگه این حسام و ضیا هم درسته. ضیا یعنی آن نوری که از خورشید می آید. خب نور خورشید رو هم به تیر رو نسبت دادن، تشبیه کردن، هم به شمشیر برا که انسان وقتی نگاه می کند به خصوص اول صبح مانند تیری در چشم او می رود. این رو تشبیه کردن به این شکل. این تشبیهاتی که وجود دارد می گوید هم حسام هستی، یعنی چون نور هستی، ضیای تو مانند حسام است، مانند شمشیر بران است و هر دو یکی است. شمس را قرآن ضیا خوانده ای پدر، وان قمر را نور خوانده این را نگر. مولانا اینجا یه بحث جالبی باز میکند، میگه و شمس و ضیا هم و القمر و نورن. در قرآن هست که قرآن فرمود شمس ضیا است و قمر نور است. خب فرقش چیه؟ فرق شمس و قمر روشن است. شمس از خود نور دارد و نور میدهد، که نشان می دهد که ضیا به مفهوم نوری است که درونی باشد، عاریتی نباشد. ولی قمر دارای نور است، نوری که عاریتی است، نوری که از شمس گرفته می شود. پس ضیا یعنی آن نوری که به ذات است، اما نور به مفهوم کلی آن نوری که بالعرض است. و این ضیا و نور رو قرآن به شکل مناسبی بیان کرده است. شمس را قرآن ضیا خوانده ای پدر، وان قمر را نور خواندین را نگر. شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه، پس ضیا از نور افزون دان به جا. ضیا جاهش از نور بیشتر، چرا که جاه
شمس نسبت به قمر بیشتر است. شمس چون عین است، تو عین منی، دیده ای اما به غایت روشنی. میگوید شمس مانند عین است. میدانی که عین بیش از 75-6 معنی دارد. عین به معنای خود خورشید هست، عین به معنای چشم هست، به معنای چشمه هست و به معنای های متفاوتی وجود دارد. اینجا مولانا همه این معانی رو در اینجا جمع کرده است. شمس چون عین است، خب به شمس عین هم میگویند، یعنی خورشید عین هم میگویند. تو عین منی، تو هم خورشید من هستی، با هم دیگر در حقیقت اینجا شرایط دارد، هم عین به معنای خورشید و هم عین به معنای چشم، هر دو رو آورده است. شمس چون عین است و تو عین منی، تو چشم من هستی یا تو خورشید من هستی، تو شمس من هستی. چون بعد از اینکه دیگر شمس رفته است، مولانا دنبال شموس میگردد تا دل خود رو به کسی بدهد. چون مولانا کسی نیست که بتواند خود به خود بتواند این داغ هجران الهی رو تحمل کند. این محبت و عشق آنقدر عظیم است که باید بر کسی این بیاندازد، این بار عظیم عشق رو. یک بار بر شمس انداخت، بار دیگر بر صلاح الدین، بار دیگر بر حسام الدین و دیگران. شمس چون عین است، تو عین منی، دیده ای یعنی چشم هستی اما به غایت روشنی. چشمی هستی که مانند خورشید از خود روشنایی میدهی. البته از زازدهی بسیار زیباست، میشه راجع بهش خیلی سخن گفت، فرصتی نیست، من سری رد میشم. دیده غیبت چو عینت اوستاد. عین یعنی آنچه که عین در برابر ذهن دیگه، عین آنچه که دیده میشود و چشم در برابر ذهن. میگوید دیده غیبت چو عینت اوستاد. دیده غیبت همین چشم تو که خیلی اوستاده است، اوستاده. ما هممون عین داریم ولی عین غیب نداریم، دیده غیبی نداریم. مولانا میگوید دیده غیبی تو، دیده ای که غیب رو میبیند، آنقدر قوی است که مانند دیده عینی است و چشمی است که تو دیگران رو به این شکل میبینی. دیده غیبت چو عینت اوستاد، کم مبادا از جهان این دید و داد. این دیدن و این داد و داد و دهشی که خداوند به تو عنایت فرموده است. این دیدن، این بصیرت خیلی مهمه دیگه. خیلی ها ظاهر رو میبینن ولی باطن رو نمیبینن. مطمئنن باطن بینی و ژرف نگری بسیار اهمیتش بیشتر است از ظاهر بینی. باد عمرت در جهان همچون خضر، جان فضا و دستگیر و مستمر. میگوید عمرت در جهان مانند خضر باشد. خضر که نمرده است تو هم انشاءالله نمیری، جان فضا باشی، روح افضا باشی، دست افتادگان را بگیری و مستمر باشی، یعنی استمرار داشته باشی، منقطع نشوی. چون مولانا از انقطاع شمس بسیار ناراحت است، دعا می کند که امیدوارم که تو انقطاع نیابی. چون خضر و الیاس مانی در جهان، تا زمین گردد ز لطفت آسمان. مانند خضر باشی و مانند الیاس باشی در جهان، تا زمین گردد ز لطفت آسمان، تا اینکه زمین از لطف تو آسمان شود. یعنی چه؟ الیاس که میدانید رفته در آسمان است و خضر هم در آسمان است و گفتن که این الیاس عموی حضرت خضر است. بعضی ها گفتن که برادر حضرت خضر است. و شما میدانید که حضرت نوح یه پسری داشته به نام سام. سامیان که هست، سامی ها از همان قسم هستن. پسر در حقیقت پسر سام همین الیاس است. و الیاس گویا گفتن که عموی حضرت خضر بوده است و بعضی ها گفتن برادرش بوده است، که از این جهت هر دو از آب حیات خوردن. و مشهور است که خضر تمشیت امور مردم و هدایت کننده مردمان در بر است، در خشکی هاست، و جناب الیاس و حضرت الیاس هدایت کننده مردمان در دریاها و بحر است. یکی بری است و یکی بحری،
یعنی حضرت خضر بدریست در خشکی ها هر کس راه گم کند و هدایت نیابد به او هدایت میکند، حتی کسانی که مثلا پیر طریقت میخواهند و در این دنیا دست به آن پیدا نمیکنند، افرادی هستند که اینها را هدایت کنند. از جمله خضر جز اونهاست که انسانها رو هدایت میکند و خود رو به اینها نشان میدهد و اینها رو به شکل مستقیم هدایت میکند. در مورد الیاس هم همچنین است. و بین حضرت حزقید که همه میشناسید، بعد از حضرت حزقید حضرت الیاس آمده است، بعد از حضرت الیاس حضرت ایلاف آمده است و بعد همچنان اون سلسله پیغمبران همچنان ادامه دارد. در قرآن هم دوبار اسم جناب الیاس آمده است، یه بار الیاس است، یک بار الیاسین هست که بعضی ها الیاسین خوندن، بعضی ها الیاسین خوندن، ولی هر دو منظور همان حضرت الیاس است. بعضی ها این رو با ادریس اشتباه گرفتن. این رو هم عرض بکنم که غالب محققین الیاس و ادریس رو جدا می دانند، ولی عوام مردم الیاس رو با ادریس اشتباه می گیرن و اینها رو یکی می دانن. و یک قبر احتمالی هم دارد در کنار دمشق که می گویند اینجا قبر الیاس است، ولی در حقیقت الیاس مانند خضر نمرده است که قبری داشته باشد. خب چون خضر و الیاس مانی در جهان، تو ای حسام الدین تو مانند خضر هستی و مانند الیاس هستی در جهان، تا زمین گردد ز لطفت آسمان. تا آنها که آسمانی هستن وقتی در زمین باشن، زمین هم به لطف تو آسمانی می شود. گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، یک از صد گفتم، گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، گر نبودی تمطراق چشم بد. اگر تمطراق و هیبت و عظمت چشم بد نبود و من می دانستم که تو رو به چشم بد نگاه نمی کنند، چنانچه با شمس معامله کردند با تو اینگونه معامله نکنند، و الا بیشتر می گفتم. برای اینکه حسد دیگران، حسد یاران رو برنیانگیزم، چیزی از تو نمی گویم. گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، گر نبودی تمطراق چشم بد. لیک از چشم بد زهراب دم، زخمهای روح فرسا خوردم. دیگه از چشم بد من چیزهایی دیدم، بلاهایی که اینها به خاطر شمس و به خاطر صلاح الدین بر سر من آوردن. البته کم نبوده بلاهایی هم که به خاطر حسام الدین بر سر مولانا آوردن. جز به رمز و ذکر حال دیگران، شرح حالت می نیارم در بیان. یعنی من دارم دیگران رو تعریف می کنم، ولی هدفم تو هستی. اشاره می کند که ای حسام بدان وقتی که من تقوا رو تعریف می کنم، من دانش رو، علم رو و من خوبی رو تعریف می کنم، بدان که تو جزء آنها هستی و من نمی توانم مستقیم بگویم، و اگر مستقیم بگویم موجب حسد و کینه یاران من خواهد شد. این بهانه هم ز دستان دل است. اینم که گفتم نمیخواستم بگم، دل آمد دستان کرد، داستان سازی کرد، حیله کرد و نگذاشت که من رد شدم، وگرنه اکنون هم به خاطر مصلحت نباید میگفتم. این بهانه هم ز دستان دل است، که از او پاهای دل اندر گل است. آن کبوتر را که با ما موخته است، تو مخان میرانش که پردوخته است. کبوتری که بام رو آزن، اینهایی که با کبوتران آشنا دارن، کبوتر ممکنه که جلد یک بام خاصی شود، میآید و میرود، جای دیگری ندارد برود. میگوید من مانند کبوتری هستم که بر بام تو ای حسام الدین نشستم. ببینید چقدر زیباست، چقدر جالب هست که مولانا چون کبوتر بر بام حسام الدین نشسته است. آن کبوتر را که بام آموخته است، تو مخان میرانش که پردوخته است. نگو که او میراست، نگو که او مرده است، بلکه پرش دوخته است.
این کبوتر طبع من خیلی خوب میتواند از تو تعریف کند، اما باب این کبوتر طبع من دوخته شده است و قدرت پرواز در لایتناهای عرفان و ادب رو ندارد. ای ضیاء الحق حسام الدین مرانش، که از ملاقات تو بررسته است جانش. میگوید ای حسام الدین، این کبوتر، کبوتر من، کبوتر وجود مولانا که بر بام حسام الدین نشسته است، میگوید این کبوتر رو مپران، این کبوتر بگذار باشد. درسته کاری نمیتواند بکند، درسته کبوتری نمیتواند بکند، اما بگذار باشد. ای ضیاء الحق حسام الدین مرانش، که از ملاقات تو بررسته است جان. جانش از ملاقات تو رسته است و جانش نشأه گرفته است، نشأتی عظیم و نشأتی روحانی گرفته است. اگر تو نبودی این نشأه اتفاق نمی افتاد. شاید هم این کبوتر مراد هم مثنوی است، که مثنوی هم وجودش رو از حسام الدین گرفته است. گر برانی مرغ جانش از گزاف، هم به گرد بام تو آرد طواف. این کبوتر مثنوی و کبوتر وجود من جلب تو شده است، اگر هم برانی باز هم برخواهم گرد. ممکنه موقتا بروم، ولی دوباره برخواهم گرد. دیده اید که حیوانات خانگی اگر هم برانی ممکن است مدتی بروم، ولی دوباره برمیگردن. میگوید ای حسام، من جای دیگری ندارم جز بام عشق و محبت و معرفت تو، اگر هم مرا برانی باز هم خواهم آمد. و این خیلی جالب است، من به یاد ندارم در ادبیات ما شاگردی این چنین مورد لطف استادش واقع شده باشد. چینه و نقلش همه بر بام توست. این چینه ها که کبوتر میاد میچینه و میخورد، نقلی که به او داده اند همه بر بام توست، پرزنان بر اوج مست دام توست. درست گاهی این مثنوی تا اوج پر میزند، اما دوباره برمیگردد و در درون دام تو قرار میگیرد، چرا که نقل و نباتش در نزد تو هست. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پرزنم مستانه من. خیلی زیباست. گرد این بام و کبوتر خانه من، کبوتر خانه عشق، چون کبوتر پرزنم مستانه من. جبرائیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. میگه من جبرائیل عشق هستم و صدرت المنتهای من که در قرآن هست، که جبرائیل آمد و تا صدرت المنتها رسید، صدرت المنتهای من تو هستی، غایت القصوای من تو هستی. من سقیمم، سقیم یعنی نازا، من سقیمم عیسی مریم توی. من نازا هستم، من نمیتوانم معانی بکر عرفانی رو بیاورم اگر تو نباشی. تو عیسی مریم هستی، تو هستی که من باروری میدهی و من میتوانم بارور عیسی مثنوی باشم. جوش ده آن بحر گوهر بار را، خوش بپرس امروز این بیمار را. آن بحرها رو به هم دیگر جوش بده، بحرها رو به هم برسان. یا اینکه جوش ده یعنی بجوشان، این دریاها رو از شور و حرارت و عشق خود به جوش بیاور. جوش ده آن بحر گوهر بار را، خوش بپرس امروز این بیمار را، حال این بیمار عشق و محبت خود رو بپرس. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، استادان صفا را استاد. تو استاد استادان هستی، استاد صفا، تو استاد استادان صفا هستی. گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلق ها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنی دادنی، غیر از این منطق لبی بگشادنی. میگوید اگر این مردم نبودن، محجوب نبودن، در حجاب افکار خود نبودن و فکرهای غلط نمی کردن، حسد نمی ورزیدن و کثیف، کثیف نه آن کثیف به مفهومه، کثیف در برابر رقیق و لطیف. این مردم غالبا رقیق نیستن، رقت قلب، رقت دل ندارن، مسائل رقیق، مسائل ظریف رو درک نمی کنن. مردم غالبا زمختن
و اینها رو درک نمی کنن و غالبا کثیفن در برابر رقیق بودن، نه منظور آن کثافتی که ما منظورت میگوییم. گر نبودی خلق، اگر مردم محجوب و کثیف نبودن و رقیق قلب بودن، و نبودی حلقها تنگ و ضعیف، این حلق انسان هم که هست این تنگه و ضعیفه، نمیتواند داد بزند، این حلق چون تنگه میتواند نهایتاً صدایش تا جایی برسد، این حلقها بایستی بزرگتر میشد و سخنها و داد سخن میدادم. در مدیحت داد معنی دادم، معنی معانی که بایستی عدالت در مورد آنها ایجاد کرد. عدالت در مورد معنی چیست؟ آن است که بتوان این معنی رو در بهترین قالب ریخت و آن معنی رو به سمع و نظر دیگران رساند. در مدیح تو، در مدح تو، در ستایش تو داد معنی دادمی، غیر از این منطق لبی بگشادمی. غیر از این منطق، منطق یعنی سخن گفتن. سخن گفتن انسان معمولی چیست؟ با همین لب و دهان و دندان و با این شرایط است. من منطق دیگری میخواهم، میخواهم به گونه دیگری با تو سخن بگویم. افسوس که راه دیگری برای گفتن نیست. همیشه عرفا و انسانهای بزرگ از اینکه منطق دیگری ندارن و مجبورن از این کلمات استفاده کنن و در ظرف زمان و در ظرف مکان سخنانشون رو بگویند همیشه ناله کردند. میگوید ای کاش منطق دیگری بود. بحث منطق البته در عرفان بسیار مشهور است و مهم است که حتی بعضیا گفتن که برون به دنبال منطق طیر، چون که منطق انسان که مشخص است، نطق معینی دارد، شرایط مشخصی دارد. رفتن به دنبال منطق طیر، منطق جماد، منطق نبات، و البته انسان میتواند به منطق فرشتگان برسد که فرشتگان بدون صوت و کلام و حرف سخن میگویند با یکدیگر. و مولانا همین رو آرزو کرده است که حرف و گفت و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم، یا گفته لفظ و گفت و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. همیشه مولانا این کلمات رو، لفظ رو و گفتار رو ناقص دانسته، چون نمیتوان چیزی گفته. ای کاش انسان ها به انقدر دارای رقت قلب بودن و انقدر درک میکردن که مقابل هم می نشستن، به جای اینکه سخن بگویند به هم دیگر نگاه میکردن و هزاران کتاب معنی در بین این نگاه ها رد و بدل میشد. شاید جایی هم برای همه شما اتفاق افتاده باشد که دو نفر همدیگر رو ببینند و در یک لحظه، در چند ثانیه همدیگر رو ببینند و هزاران کتاب بینشان نوشته شده باشد و مفهوم منتقل شده باشد. در مدیحت داد معنی دادمی، غیر از این منطق لبی بگشادمی، لیک لقمه باز آن صعوه نیست. لقمه ای که باز شاهی میخورد آن صعوه، صعوه همان گنجشک کوچک، گنجشک هم نیست، چیزی کوچکتر از گنجشک است. خب صعوه که نمیتواند با باز هم آوردی کند، دیک لقمه باز آن صعوه نیست، چاره اینجا آب روغن کردن نیست. یعنی اینجا ما باید آب رو روغن کنیم تا بتوانیم از خواص روغن برای آب بهره ببریم. مدح تو حیف است با زندانیان، گویم اندر مجمع روحانیان. حیف من مدح تو با این خلق معمول و این خلق حسود بگویم، در مجمع روحانیان خواهم گفت. شرح تو قبل است با اهل جهان، همچو راز عشق دارم در نهان. وقتی من وجود تو رو شرح کنم، این قبل است. قبل همه مقبون شدن و ضرر دادن، ضرر است برای اهل جهان. اگر من سخن تو رو با اهل جهان بگویم، ضرر کرده ام، ضرر برده ام، چرا که سخن تو حیف است که بر هر گوشی بیاید. شرح تو قبل است با اهل جهان، همچون راز عشق دارم در نهان. همچون که راز عشق رو نهان می‌دارم، سخن تو رو هم که راز عشق است در نهان خواهم داشت. مد تعریف است و تخلیق حجاب، فارغ است از شرح و تعریف آفتاب.
مدح یعنی چه؟ میگوید اگر من بخواهم مدح تو بگویم چه خواهم گفت؟ تعریف خواهم. تعریف یعنی شناساندن، عرفان دادن. تعریف از عرف یعرف و تعریف یعنی شناساندن. ما چیزی رو تعریف میکنیم یعنی این رو میخواهیم به دیگران بشناسانیم که این چیست. مدح تعریف است و تخلیق حجاب. خرق یعنی شکافتن، خرق عادت یا خارق العاده از هنگ است. تخلیق حجاب یعنی حجاب ها رو کنار بزنیم و پرده از رخسار معنی برداریم و معنا را کماهیه به شما نشان دهیم. مد تعریف است و تخلیق حجاب، فارغ است از شرح و تعریف آفتاب. ولی آفتاب رو بخواهیم تعریف بیاریم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. میگه که بعضی ها دیگه آفتاب رو تعریف نمیشه کرد، چطور ما بخواهیم تعریف کنیم؟ حسام تو مانند شمس هستی، مانند آفتابی هستی که هیچ تعریفی ندارد. هر تعریفی که ما از آفتاب بکنیم، فردا که به آفتاب نگاه کردیم از آن خجل خواهیم شد. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. قدر تو بگذشت از درک عقول، دیگر عقلها نمیتوانند تو رو درک کنن. قدر تو بگذشت از درک عقول، عقل اندر شرح تو شد بلفزول. عقل اگر بخواهد تو رو شرح کند فزولی کرده است، از حد خود فراتر رفته است. گرچه عاجز آمد این عقل از بیان، عاجزانه جنبشی باید دارن. درسته که این عقل من نمیتواند تو رو بیان کند، آنقدر تو عظیم هستی که نمیتوانم بیان کنم، اما خب در حد عجز خود جنبشی میدهم به عقلم. حال چیزی که به ذهنم رسید اینها رو گفتم به شما. ان شیئا کله لا یدرکو اعلموا ان کله لا یدرکو. ان شیئا همانا شیئا، شیئی که کله، کل آن شیء، لا یدرکو، درک نمی شود، چیزی که همه اش درک نمی شود، اعلمو بدانید، ان این که کله، کل آن شیئی که درک نمی شود، لا یدرکو، ترک هم نمی شود. اگر من نمی توانم چیزی را بگی کاملا درک کنم، خب باز هم به حد بضاعت خود نباید او را ترک کنم و باید بگویم ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. این هم اون ضرب المثل است که ایشان این رو به شعر آورده است. آنچه که کل آن درک نمی شود، کل آن ترک نمی شود. من بگویم وصف تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت کنند. اما من موظفم مدح تو رو بگم، من موظفم به مثنوی خوانان تو رو نشان دهم و بگویم که تو کیستی و که بودی. من بگویم وصف تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت کنند. نور حقی و به حق جذاب جان، تو هم نور حق هستی و هم جذب کننده روح ها هستی. روح ها رو به سمت خود جذب کنی. خلق در ظلمات وهمند و گمان، مردم هم در وهم و گمان و خیال خودشان در ظلمت ها گرفتار هستند. ای ضیاء الحق، تو نور هستی، مردم در تاریکی ها گمراه شده اند. ای ضیاء الحق، حسام دین و دل، کی توان اندود خورشیدی بگل. مشهور است این حدیث که این سخن که آیا گل، آیا میتوان خورشید رو، گل خورشید رو با گل افکار اندود؟ آیا میتوان این گل گرفت بر جلوی خورشید؟ یک کسی خورشید رو دوست نمیداشت، از یک سوراخی بود در منزلش، از آنجا خورشید میتابید، او خورشید رو قبول نمیکرد. آخرش گلی آورد و آن سوراخی که نور خورشید از آنجا به داخل میآمد، نور آفتاب میآمد، اونجا رو گرفت، گل گرفت و فکر کرد که چه کار کرده؟ خورشید را کور کرده است. این خورشید را گل گرفتن کنایه از این ضرب المثل است. خب وقتی آمد بیرون دید که نه، خورشید هست، این فقط گل رو برای خود گرفته است. نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. این خفاش در یک غاری بنشیند، بگوید که من آفتاب رو دوست ندارم و آفتاب را نمیخواهم و اصلا بگوید آفتابی وجود ندارد. آیا به حال یک عده بگویند در غار افکار باطل خود بنشینند، بگویند خدایی وجود ندارد، خب چه
چه فرقی میکند؟ چه کسی ضرر میکند در اینجا؟ هیچ کس ضرر نمیکند. آن کسی که خود را در غار محبوس کرده و خود را از دیدار خورشید محروم کرده است، البته او ضرر خواهد کرد، نه کس دیگری. نور حقی و به حق جذاب جان، خلق در ظلمات وهمند و گمان، ای ضیاء الحق حسام دین و دل، کی توان اندود خورشیدی بگل. قصد کردستند این گل پاره ها که بپوشانند خورشید تو را. معلوم است که هی از این حرفا دارن بهش میزنن، میخوان که خورشید وجود تو را بپوشانند، ولی چنین نخواهد بود. بیش از 500 سال است که این اتفاق افتاده است و حسام هنوز زنده است. در دل کوه لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. در دل کوه ها لعل ها نشانگر، دلال یعنی راهنما، دلیل یعنی راهنما، دلال کسی که زیاد راهنمایی میکند. هر در کوه ها هر لعلی که دیده میشود نشان دهنده یک چیزی است که چیز عظیمی است، یک دارایی است. باغ ها از خنده مالا مال توست، این باغ هایی که در تمام جهان است وقتی میخندد در حقیقت مالا مال از وجود تو میشود. محرم مردیت را کو رستمی، تازه صد خرمن یکی جو گفتمی. میگوید کدام رستم که در مردی مشهور است و اسطوره هست، میگوید کسی نمیتواند محرم مردی تو باشد، کسی نمیتواند همراه مردی تو باشد. تازه صد خرمن یکی جو گفتن. صد خرمن اگر گندم هستی تو، یک جو هم آن رستمی است که میخواهد دقیقت هم آورد تو باشد. یعنی در مثال میگوید اصلا قابل مقایسه هم نیستی. چون بخواهم که سرت آهی کنم، اگر بخواهم از سری که تو داری آه بکشم، چون علی صد را فروچاهی کنم. بایستی مانند حضرت علی که سخنانش را به چاه میگفت، من باید سرم رو در چاه فرو کنم تا اینکه از سر تو و از اسرار تو آهی بکنم و مردم خبر نشوند. چون حضرت علی که چنین میکرد، میخواست که مردم از گفته های او خبردار نشوند و سخن عشق در مسمع و مطمع نظر اغیار نباشد. چرا سخنانش رو حضرت به چاه میگفت؟ چون کسی رو یارای درک این سخنان نبود. و البته اگر نمیگفت که انسان ممکن است که اصلا بسیار برای سخت و سنگین باشد، مجبور است به اسرار رو به چاه بگوید. چون چاه مقامر نیست، چاه حسود نیست، چاه سخن سر رو به کسی دیگری نخواهد گفت. و بهترین همراز، وقتی که همرازی نداشته باشد انسان، انسان بزرگی چون حضرت علی علیه السلام، وقتی که همرازی نداشته باشد بایستی حرفش را به چاه بگوید. و البته این از بزرگترین مظلومیت هایی است که آن امام همام دارد. چون که اخوان را دل کینه ور است، یوسف هم را قعر چاه اولاتر است. خیلی زیباست. میگوید چرا حضرت علی حرفاش را به چاه میگفت؟ چون که برادران کینه ورند، برادران کینه توزند، همراهان کینه توزند، همراهان حسد میبرند و میخواهند که تو نباشی و ما نباشیم. وقتی که اخوان دل کینه توز و کینه ورز دارند، خوب است که یوسف در قعر چاه باشد، لااقل آنجا به سلامت میماند و فردا آن جاه و جبروتش مشخص میشود. ولی اگر این دل کینه ورشان بود و اینها واقعا میکشتند یوسف رو، دیگر کاری نمیشد کرد. چون که اخوان را دل کینه ور است، یوسفم را قعر چاه اولاتر است. مست گشتم خیش بر غوغا زنم، مست گشتم خیش بر غوغا زنم. وقت نیست من دیگه فقط اینا رو میخونم، دیگه خودتون عنایت داشته باشید، خیلی زیباست. مست گشتم خیش بر غوغا زنم، چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم. میگه من دیگه نمیترسم، از هیچ چیزی نمیترسم، چاه چه باشد خیمه بر صحرا میزنم که همه ببینن که من دارم از تو مدح میکنم و تو رو مدیح عشق میگویم. بر کف من نه شراب آتشین، وانگهان کدر و فر مستانه بین. آن شراب آتشین که از سخنان مثنوی است،
این مثنوی رو در کف من بنه تا من مست شوم به هر چه که میخواهم و نمیخواهم رو بر زبان بیاورم. چون اگه عقل باشد، عقل که نمیگذارد انسان سخنان مگو رو بگوید، سر مگو رو عقل نمیگذارد که انسان بگوید. بایستی مست شد و مستانه وقتی از خود بی خود شدی میتوانی برخی سخنان رو بر زبان بیاوری. درده ساقی یکی رطل گران، خواجه را از ریش و سبلت وارهان. ای ساقی یک رطل و یک جام گران و بزرگ بده، و خواجه که در بند ریش و پشم است و در بند ظاهر است و در بند لباس است و در بند فلان و فلان است، او را از همه اینها خواجه رو برهان. انشاءالله که آن رطل گران نخواستیم، ولی رطل کوچکی، حالا رطل هم نه، یک جام کوچک، یک در حقیقت کاسه کوچکی از این کاسه عشق رو به ما هم بپیمایند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.